وقت همه شما به خیر باشه. من داریوش عدیم در سامانه بزرگ در خدمت شما هستم که بخش از اتفاقات که توی جنبه اخیر در ایران افتاده رو به نظر شما برسونم. آدرس وبسایت بزرگ رو اول از همه خدمت عرض می‌کنم که www.govar.net هستش. هفته که گذشت هفته اندوهناکی بود برای کسانی که در ایران و البته خارج از کشور هستند. بنابر گزارش های دریافتی یک دختر خانومی به دلیل اینکه قصد داشت ورود بکنه برای تماشای یکی از بازی های تیم فوتبال استقلال و پیشتر بازداشت شده بود، پس از اینکه متوجه میشه دادگاه برای اون حکم زندان اعلام کرده و به حبس محکوم شده، بعد از خارج شدن از دادسرا اقدام به خودسوزی میکنه و خب متاسفانه بعد از اون خبر میرسه که جان خودش رو در بیمارستان بر اثر جراحات ناشی از این واقعه از دست داده بود. و خب هفته گذشت بیشتر پیرامون این خبر خودسوزی دختری که به دختر آبی معروف شد میگذشت. دختر آبی از اون لحاظ بهش گفته شد که ایشون از هواداران تیم استقلال هست و واکنش های زیادی رو این اتفاق در پی داشت، از جمله بیانیه عفو بیرونهر هستی پیتر مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو الملل، یکی از مقامات برجسته این سازمان هست که در واکنش به این خبر گفته بود برای اتفاقی که برای خانم سحر خدایاری افتاده اون رو اتفاق دلخراش نامگذاری کرده و اثرات اون رو به دلیل بی‌اعتنایی مقامات و مسئولان ایرانی به حقوق زنان معرفی کرده که در وبسایت گزار مطلبش هست. خب زندانیانی هم از داخل زندان راجع به این مطلب واکنش نشون دادن، از جمله ناصر فهیمی، سهیل عربی و حمید کاشانی از زندانیان سیاسی هستند که در زندان ادین در حال سپری کردن حبسشون هستند. اونها دو بیانیه منتشر کردند که بیانیه اولشون اشاره کردن به افرادی که مانع حضور زنان ایرانی به استادیوم میشن و در بیانیه دومشون ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی و همه ایرانیان نسبت به دردهای جامعه و نقش جمهوری اسلامی در اون اشاره کردن. امروز خبر رسید که زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر در سالن 36 اندرزگاه این زندان توسط مسئولان و نیروهای گارد زندان رجایی شهر مورد ضرب و جرح قرار گرفتن و تعدادشون به بندهای انفرادی به سلول‌های انفرادی منتقل شدن. گزارش شده که در روز قبل اندرای روز دوشنبه 24 تیر ماه به دلیل مشکلات فراوان و عدم موافقت مسئولان زندان برای واگذاری سالن مناسب، اونها دست به اعتصاب قضا زده بودن که پس از وعده مسئولان زندان به اعتصاب قضای خودشون پایان دادن. روز سه‌شنبه 5 شهریور ماه در پی اعتراض زندانیان سنی مذهبی که در سالن 36 اندرزگاه 10 زندان رجایی شهر هستند، مسئولان اقدام به ضرب و جرح شدید زندانیان معترض پرداختند و تعدادی از اونها رو علیرغم اینکه وضعیت جسمی نامناسبی داشتند به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان خواهان لغو احکام زندان و شلاق برای کارگران و حامیان حقوق کارگران در ایران شد. اطلاع دارید که شماری از متهمانی که به متهمان هفت تپه موسوم شده اسمشون در مجموع به 111 سال و نیم زندان محکوم شدند و خب شناخته شدیدترین این افراد میتونن به آقای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر محمدی فرد، امیر امیر قلی، ساناز اللهیاری، اصل محمدی و محمد خیفر اشاره بکنن که اینها به احکام طولانی مدت محکوم شدن. این در حالیه که خب تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفته که از سالهای گذشته فرقان ادامه داشته باز هم تداوم یافته. یکی از منابع تایید کرده که اینها در روز 21 شهریور ماه یعنی روز پنجشنبه در چهارمین روز اعتراضی خودشون بوده و اون مطالبی رو که خواستار هستند از جمله احقاق حقوق و موافقات مزدی که داشتن رو خواستار رسیدگی شدن. مسئولین هر بار نسبت به این مسئله
وعده و وعید بهش میدن اما تا الان عملی نشد. در این روزها که داریم میگذره، خب شهریور ماه هست، یک سال پیش در چنین روزهایی بود، روز شنبه 17 شهریور ماه 97 بود که زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین تناهی، سه زندانی سیاسی کرد، حکم اعدامشون اجرا شد و این روزها چند تن از فعالان حقوق بشر و چند زندانی سیاسی از زندان‌های مختلف بیانیه‌ها رو مختلف رو در خصوص اجرای این احکام در سالگرد اعدام این سه زندانی سیاسی کرد منتشر کردند. از جمله چند زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر مطلبی رو منتشر کردند و نامه‌ای رو نوشتند به مناسبت همین سالروز اعدام و آرش صادقی هم مطلبی رو در مورد اعدام زانیار و لقمان مرادی منتشر کرده که گفته خودشون رو مجموعه از ناگفته هایی دونسته که گفته نشده و اظهارات پراکنده‌ای رو گردآوری کرده تا افکار عمومی نسبت به این اتفاقی که افتاده روشن بشه. آتنا دائمی هم از فعالان مدنی که در زندان ادین هست نامه سرگشاده‌ای رو به مناسبت اولین سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی منتشر کرده که میتونید با مراجعه به آدرس وبسایت اون رو بخونید. کانون صنفی معلمان تهران در اعتراض به صدور احکام سنگین برای معلمان و فعالان صنفی بازداشتی که در تجمع 29 اردیبهشت ماه سال گذشته و البته 12 اردیبهشت ماه امسال بازداشت شده بودند بیانیه منتشر کرده و نسبت به صدور احکام زندان و طبعا برای بعضی از اونها شلاق هم اعلام شده نگرانی خودشون رو اعلام کردن و خواستار این شدن که سریعا این وضعیت رسیدگی بشه یا احکام اونها نقض بشه. سه‌تن از زندانیان سیاسی به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند. محمود بهشتی لنگودی فعال صنفی معلمان هست، امیر سالار داوودی زندانی سیاسی و اسماعیل بخشی فعال کارگری سه نفری هستند که نامه رو به ریاست قوه قضاییه نوشتند و مطالبی رو مطرح کردن نسبت به روند ناعادلانه صدور احکام قضایی برای فعالان. فریبا عادلخواه یکی از شهروندان دو تابعیتی فرانسوی ایرانی بود که خب در ایران بازداشت شد. رادیو زمانه مطلبی رو منتشر کرده که گفته حکومت جمهوری اسلامی قصد داره اون رو با یک زندانی دیگه معاوضه بکنه و گفته که خب این موضوع در جمهوری اسلامی مسئله داره سابقه از شهروندان دو تابعیتی رو زمانی که به ایران سفر میکنن بازداشت میکنه و به نوعی دست گروگانگیری میزنه تا اون کسانی که به جرائمی در کشورهای دیگه بازداشت شدن یا به نحوی با مسئله به عنوان مثال تحریم و اینجور مسائل بازداشت شده بودند رو معاوضه میکنه و واجب این قضیه مطلبی رو به نوعی افشاگری کرده. اخیراً خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه سه شهروند استرالیایی در ایران بازداشت شدند. امروز خبر رسید که هویت هر سه نفر اینها منتشر شده، احراز هویت شدند و خب یکی از این شهروندان سال گذشته بازداشت شده بود و اطلاع دادن که حتی 10 زندان هم براش بریده شده، حبس در نظر گرفته شده و الان در بندی که نازنین زاوری در زندان این در حبس به سر بره هم یکی از همبندیان خانم نازنین زاوری هست. وزارت امور خارجه استرالیا پیشتر هشدار داده بود به شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان خودش در مورد سفر به ایران و از شهروندان خودش خواسته بود که درباره خطرات سفر به ایران آگاه باشد. پرونده جدید و وضعیت لیلا حسین‌زاده در زندان ادین داریم. دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهرانه که در حال سپری کردن محکومیت 3 خودشه. آخرین وضعیت پرونده ایشون رو داریم. امیر رئیسیان اتهام خانم حسین‌زاده در این پرونده رو گفته که اجتماع و توانی جهت اقدام علیه امنیت ملی هست و ایشون برای حبس 3 خودشون همچنان در بند زنان زندان ادین هستند و در پرونده دیگه در پرونده جدید خودش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ادین به ریاست قاضی مسیرپور با اتهام اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت ملی تحویل اتهام شده و ممکنه که
این 30 ماه حبسش حتی افزایش هم پیدا بکنه. دو تن از هواداران محمد علی طاهری که ساکنین جزیره کیش بودن به احکام زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. آقای مصطفی الماسی و نسیم پور محمد علی حبیبی که با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه عرفان حلقه در مجموع به 1 سال حبس تعزیری و 100 میلیون تومان جریمه نقدی، یعنی هر کدوم از اینها 6 ماه حبس و 50 میلیون تومان جزای نقدی دارند، از فعالان عرفان حلقه هست. تداوم بازداشت و فشار امنیتی قضایی بر فعالین زن رو داریم که شماری از اونها از انجمن ندای زنان ایران هستند که بیشتر از 2 ماه از بازداشتشون میگذره. اتهاماتی هم که بهشون زدن از جمله اشاعه فساد و فحشا، تشکیل گروه ندای زنان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فعل حرامی که در شعبه دوم بازپرسی دادسرایی دیدیم در دست با بررسی هست. بیانیه کامل نویسندگان درباره حکم‌های متهمان پرونده هفت نفر از همون متهمانی که در مجموع به 111 سال و نیم زندان محکوم شدند. کامل نویسندگان ایران روز 18 شهریورماه بیانیه رو منتشر کرده و نسبت به احکام صادره برای نمایندگان و فعالان کارگری واکنش نشون داده. دادگاه شاپور احسانی راد هم به وقت دیگری موکول شد و در روزی که بنابی برگزار بشه برگزار نشد. دلیل این هم این بود که از زمان آزادی آقای احسانی راد تا زمانی که دادگاهی فرصت بسیار کم بود، وکیل قبلی این در داد از وکالت صرف نظر کرده بود و به نوعی برای همین درخواست داشت در روز دادگاه که در زمان دیگر این دادگاه برگزار بشه. خیلی متشکرم از اینکه فرصتی رو در اختیارم گذاشتید تا بتونم بخشی از اتفاقات اخیر رو به نظر شما برسونم. تا وقت دیگه، خدا نگهدار.